عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده های عزیز برنامه آماج. بیننده گفتگوی ویژه با فیل جانسون تورن جنرال که نماینده نیروهای کمک به پروسه صلح، کمک و همکاری آیساف و مسئول بخش پروسه صلح بودین. حالا نوبت شماست و شما میتونین نظریات خود را بیان کنین. نظریاتتان از طریق فیسبوک میتونین بیان کنین و همچنان از طریق شماره 0799474702 شما زنگ بزنین و باورتان را به پروسه صلح بگوین. پرسش ما این است که آمریکایی ها به تنهایی و برخی کشورهای اروپایی به تنهایی، شورای عالی صلح به تنهایی، کمیسیون تحکیم صلح به تنهایی و حالا حتی برخی از نماینده های مردم به تنهایی پروسه صلح را پیش میبرند. این پروسه چه نتیجه خواهد داد و راه حل از نظر شما چی است؟ این پرسش برنامه است. شما میتونین زنگ بزنین و همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین همین لحظه میتونین پیامتان را بنویسین و پیامتان در برنامه خوانده میشه. در نخست اولین پیام فیسبوک نوید می نویسه انتقال جنگ و نیروهای آمریکایی و ناتو به لانه های القاعده و طالبان یعنی آن سوی مرز، وزیرستان، بلوچستان و حتی کویته در 10 سال جنگ در شاخه های درختی که ریشه تروریسم نام برد و ریشه آن سوی مرز هست هیچ تأثیری بر ریشه آن ندارد، بر ریشه آن درخت نداشته. این درخت باید از ریشه از بین برده شود، نه از شاخه های کوچک که به قسمت های افغانستان کشیده شده است و در آخر نوشته کرده از کابل. دوستای عزیز شما میتوانین نظرتان را بنویسین. نظر بعدی از حکمت است. البته قبل از نظر دوست ما روی خط هستند. عبدالکریم از مزار شریف، سلام بر شما، بفرمایید نظر خود را بیان بکنین. بله سلام علیکم. سلام، ماه مبارک رمضان بر شما و به سایر بیننده ها تبریک میگم. البته با معذرت که در نخست از یاد من رفت، بفرمایید نظر خود را بیان بکنید. تشکر، زنده باشم پر شما. همچنان ماه مبارک رمضان از طریق شما و تمام کافه ملت مستفاده. متاسفانه که تماس دوست ما قطع شد، باز هم انتظار تماس های شما را داریم. حکمت نوشته میکنه اگر به ساختار دولت فعلی دیده شود، قوه اجرایه آن به اساس مصلحت های مردمی، قومی و حزبی ایجاد شده است. مردمی البته نه، خوب آقای حکمت، قومی و حزبی اگر گفته باشین دلیل بر مردمی بودن نمیشه باز. و نباید یک کتله بزرگ این ملت را که با ایدئولوژی های امریکایی و چپی های افغانستان تضاد دارد از مشارکت آنها در حکومت جلوگیری نماییم و منطقی ترین راه حل صلح در افغانستان مشارکت طالبان، حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و تمام گروه های درگیر. دوم، اعلان عفو عمومی برای آنها. سوم، حذف تحریم های بین المللی علیه آنها. نظر حکمت بود که فکر میکنم بحث مردمی بودنش مورد سوال بود. عبدالوحید از پروان روی خط هستند، سلام بر شما آقای وحید، بفرمایید نظر خود را بیان بکنید. سلام علیکم. فکر میکنم مشکل تکنیکی در تلفن ها وجود دارد. دوستای ما که زنگ میزنن تلفنشان قطع میشه. دوست ما به انگلیسی پیام نوشته کردن و درخواستم کردن که پیامشان باید خوانده شود. متاسفانه پیامتان خواندن نمیشه به دلیل از اینکه به فارسی ننوشتین. و خالد سلیمی می نویسه بهترین راه برای ایجاد صلح تدوین یک کنفرانس منطقه‌ای در یکی از کشورهای اسلامی است تا خواسته های کشورهای همسایه که در امور داخلی افغانستان مداخله می نمایند مشخص شود. خالد سلیمی عزیز، اگر ما دولت افغانستان به خواسته های کشورها در کشور دیگه پاسخ بده، بحث حاکمیت افغانستان و صحبت داخلی افغانستان چه خواهد شد؟ این پرسشی است که شما در پیامتان پاسخش ندادین. باز هم پیام فیسبوکی بانو شهریار می نویسه به باور من نبود هماهنگی بین حکومت و دولت، حکومت و جامعه جهانی، دیپلماسی غیر فعال باعث شدند تا طالبان خود را در موقعیت بهتری ببینند و این بی‌برنامگی ابزار خوبی برای حامیان طالبان یعنی پاکستان شده.
تا از این خلا استفاده خوب نمودم، مهرهای خیش را در هر روز نظر به روز بیشتر در داخل نظام مافیایی جاگیر سازند. مردم ما می دانند و خواهند پرسید که قاتل این همه افراد بیگناه طرفان سیاست های ناقص از اداره بدنام است و بس. نظر شهریار صفا بود. محمد طیب از کابل تماس گرفتند. سلام بر شما، بفرمایید نظر خود را بیان بکنین. سپاس، بفرمایید نظر خود را بیان بکنین. به نظر شما با طرف های بسیار زیاد و فراوان که به پروسه سال اقدام کردن، آیا سال عملی است در افغانستان؟ ما فکر میکنم که سال در افغانستان عملی نخواهد شد، به خاطر که چون در اینجا مردم های زیادی است که کشورهای همسایه و خود بعضی مردم ها سال دامن میزنه و نمیمانه که به پیش بره. از این خاطر یعنی هدفتانی است که بر ضد سال اقداماتی را دامن میزنن؟ بله، کشورهای همسایه بر ضد سال اقداماتی را دامن میزنن. بله، کشورهای همسایه بر ضد سال اقدامات را دامن میزنن و نمیخوان. پرسش اساسی این است که آدرس های سال حالا بیشتر شده. مثلا امریکایی ها به تنهایی سال میکنن و صحبت میکنن با مخالفین، شورای عالی سال از طرف دیگر، کمیسیون تحکیم سال از طرف دیگر، و حتی حالا از مجلس نمایندگان هم نیست صداهای از سال و طرح سال بلند میشه. با این آدرس های متفاوت چگونه میشه سال آورد در افغانستان؟ نه، با این آدرس های متفاوت ما فکر میکنم به این جونه سال پیش نمیره. تا ما مردم افغانستان یک دست نشه روی یک پروگرام با هم، با یک دست جمعی اگر با گروه طالبان یا القاعده صحبت نکنن، به این سال هیچ جونه پیش نمیره و با پیش هم نخواهد ره. خب، رای حل شما ای است که مردم افغانستان یک دست شوند و با پروسه صلح بپیوندند تا ایجاد صلح شود در افغانستان. بله، با کمیسیون ها و شوراهایی که در حال حاضر وجود داره و تک صحبتی ها نتایج به دست خواهد آمد؟ نه، هر کسی از دل خود بخواه اگر پیرا برازه اندازه به این صورتش به وجه صلح در پیش نخواهد. سپاس از نظر شما، تشکر فراوان. تشکر. باز هم فیسبوک، حبیب می نویسه روی فیسبوک: اصلا این صحبت ها با طالبان هیچ معنی ندارد، برای اینکه طالبان یک رهبری واحد ندارند تا با ایشان صحبت شود. اگر با یکی از ایشان صحبت شود، دیگرشان با او موافقت نخواهد کرد. به نظر من بهترین راه برای ایجاد صلح در افغانستان حل مشکلات با همسایه های جنوبی من پاکستان هست. تا وقتی که ما با پاکستان مشکل داشته باشیم، در افغانستان صلح نخواهد آمد. برای اینکه اگر ما تاریخ افغانستان را مطالعه کنیم، تقریبا همه کسانی که در افغانستان ناآرامی آوردن از طریق پاکستانی ها ساخته شدند. نظر حبیب روی صفحه فیسبوک. دوستای عزیز، طبق معمول یک بار دیگر یادآوری میکنم، نظریات شما شاید تاثیرگذار باشد، لطف نموده نظر خود را بیان بکنین. با تمام رسانه ها، با تمام وسایل ارتباط جمعی تماس بگیرین، دیدگاه خود را بیان بکنین، در رابطه با سرنوشت کشورتان فکر بکنین و نظرتان را بیان بکنین. مهم نیست که این نظر شما چقدر سیاسی باشه، ولی امکان دارد که بهترین راه حل باشه. جاوید از کابل روی خط هستند. سلام بر شما، بفرمایید نظر خود را بیان بکنین. سلام علیکم برادر عزیز، بفرمایید نظر خود را بیان بکنین. بذار شما میخواستین که از کدام را میتونیم صلح در افغانستان بیاریم؟ بله، پرسش شما این است که با آدرس های متفاوتی که در افغانستان برای ایجاد صلح وجود داره، آیا صلح امکان پذیر است؟ و اگر هست درست، و اگر با این آدرس های متفاوت صلح امکان پذیر نیست، راه شما چیست؟ شما کدام را پیشنهاد میکنین برای صلح؟ ما فکر میکنم تا در افغانستان رشوت اگر لطف بکنین کم موقعیت خود را تغییر بدین، صدای شما درست شنیده نمیشه. حالا درست شد؟ بله، بهتر شد، بفرمایید. من خواستم نظر خود بگویم که همین رشوت و رشوت بازی در افغانستان در
متاسفانه صدای شما هنوز هم درست نیست برادر. بله فکر میکنم تماس جاوید از کابل قطع شد.